Welcome again. Here I am again with another lesson of easy combo. I'm Sarah Abadi, and today we want to learn more about how to talk about more personal information. As you remember, in the last lesson, we had some hotel conversation about how to give some personal information when you just go to check in. And today we're going to learn more about filling and the forms and the information you need to give on a form. سلام دوستان امیدوارم که خیلی خوب باشید سارا عبادی هستم با یک درس دیگر از ایزی کامبا امروز قرار بیشتر یاد بگیریم راجع به این که چجور پرسنال اینفرمیشن بیشتری اطلاعات شخصی یا فردی بیشتری ارائه بدیم همون چیزهای گیچ کننده ای که توی فرم ها داریم کلی اطلاعات باید بدیم از کجا میایم که متولد شدیم وضعیت تحول کار نمیدونم آدرس ایمیل منظورم ایمیل آدرس هست و خیلی اطلاعات دیگری که ما لازم داریم که توی فرم ها وارد بکنیم یا اینکه شفاهی بگیم و برامون یک فرمی یک حالا اپلیکیشنی یا هر به حالا فرمتی که میتونه داشته باشه پر بشه و اطلاعاتی ثبت بشه خب تو درس قبلی چی ها یاد گرفتیم اینکه درسته اینکه یک فردی هتل رفته یه سری کوچولو در حد اسم و حالا فرست نیم، لاست نیم، پاسپورت نمبر و چیزایی مثل این رو با هم یه کوچولو یاد گرفتیم که چه جوری در واقع پسته میشه یا باید ارائه بدیم امروز بیشتر یاد میگیریم به دو شکل یک فرمتی که توی فرم ها میبینیم ببینید خیلی مهمه اگه که ما فقط سوال هاش رو یعنی با هم یاد بگیریم یا یعنی بگیم که مثلا میگیم که what is your first name بعد ندونیم توی فرم چه جوریه ممکنه گیر بیافتیم یه جایی که به ما فرم ارائه میشه اونجا ممکنه پرسیده نشه ممکن که و بیشتر فرم ها به خاطر اون در واقع اینکه بهره بیشتری داشته در یعنی اختصار داشته باشن مثلا در یک کاغذ یا در یک فرمت یه پیج اطلاعات رو بخوان از ما سوال نمی نویسن معمولا یه سری اصطلاح یه سری فریز یک سری در واقع تایتل یا هد در واقع هدینگ دارن برای اینکه از ما اطلاعات رو بگیرن بنابراین ما هم اونها رو یاد میگیریم و هم بعدش یه چند تا سوال ها رو و در بخش بعد میریم که یه مکالمه در واقع حالا نمیشه بگیم خیلی هم کوتاه داشته باشیم از یک فردی که دارن ازش اطلاعات میگیرن که براش یک فرم رو پر بکنن سوالاتی که پرسیده میشه جواب که داده میشه که کاملا giving personal information رو در قالب فرم یاد گرفته باشیم خب بریم که بایم. خب ببینید بعضیاش خب آشنان دیگه همشون هم من اینجا ننوشتم حالا باز توی مکالمه بیشتر باهاشون آشنا خواهیم شد و همچنین براتون یه سمپل فرم هم آماده کردم که ببینید و براتون روشنتر بشه که به چه شکل اینها در یک فرم پرزنت میشن خب first name یو you نو know that لاست نیم اور surname کجا داشتیم اگه گفتیم اون درسی که آره اطلاعات شخصی باید میدادیم لینکش هم اینجا هست اگر که بخواید برید ببینید اگر ندیدید پس نیم لاست نیم وی هات فرست نیم این سام کلچرز وی میدل نیم ریممبر میدل نیم داشتیم و لاست نیم او سرنیم داشتیم خب یه دونه داشتیم اگه گفتیم نیک نیم ریممبر نیک نیم چی بود نیک نیم تو فرما خیلی پاش کار نداریم خب یه جور دیگه هم باز یه مدل دیگه است که ممکنه دوستی کسی همکاری بپرسن واسه که میشه اون اسمی که حالا مثل اینکه گفتیم مثالش چی بود مثلا محمد رو میگن محمد توی فرهنگ ما یا اونا میگن انتونی رو میگن تونی اه. این هم شن نیم در واقع uh, The name that people know you with اینجوری میشه اسمی که به اون اسم شما رو میشنسه دیگه چی داریم؟ DOB توی یه سری فرما ممکن ببینیم DOB اینو عمدن اینجا نوشتم که تو ذهنتون بمونه DOB حتی POB باز نقطه میگذارن بینش حالا POB بی رو همه جا ممکنه نخوان از شما ممکنم هست بخوان من ننوشتمش که یه وقت تو ذهنتون با پست باکس اشتباه گرفته نشه ولی POB هم میتونیم داشته باشیم میشه place of birth خب DOB پس میشه چی؟ میشه date of birth میشه همون برثدی شما اما برثدی دقیق شما در فرم اینجوری نیست که شما فقط بخواید بگی که مثلا حالا جون 19 کامل باید بگیم یا اینکه مثلا I was born in June خب اینجا از شما month date و year که تو درس دیگری این رو اینها رو هم در واقع چی یاد خواهید گرفت اینکه month date uh, day and year به این فرمت در واقع شما ماه تولد، روز تولد و سال تولدشون رو باید قید بکنید date of birth دیگه چی داریم؟ marital status marital status چیه؟ همون وضعیت تعهل توی فرم های ما می نیزن وضعیت تعهل آها. که حالا معمولا married or single هست که باید بعضی وقتا نوشته میشه فقط باید در واقع چک بشه بعضی وقتا نه خودتون باید بنویسین رو در فرم جاب بعضی فرم ها بستگی داره فرم برای کجا بشه جاب کار شما چی هست و ادرس که شامل حالا نشانی هوم ادرس هست نشانی منزل یا نشانی خانه محل سکونت و ایمیل ادرس الان دیگه دنیای آنلاین حتما ایمیل ادرس هم از شما خواسته میشه که اینها رو جداگانه البته می نویسن ایمیل ادرس ادرس اینو جدا هست فون که باز فون هم شامل چیا میشه اینها رو توی مکالمه حتما بریز خواهیم داشت هم هوم فون در واقع هم سل فون یعنی هوم فون سل فون در از فرم ها اینها رو جداگونه از شما میخواد اینکه هر کدوم رو جداگونه بده خب گفتیم فرمت دیگرش یعنی فرمتی که در واقع ما متوجه بشیم که هر کدوم از اینها دارن از چی میپرسن هم من اینجا برای اینها رو براتون نوشتم خب ببینید برای فرست نیم منظور همون این هستش یعنی اگر شفاهی از شما بخوانین اطلاعات رو نمیاد مثلا حالا اون ایجنت سفارت یا فرودگاه بگه که فرست نیم آها <laughs> یه ذره غیر دوستان از آن فرندلیه میاد میگه که What's your name? What's your first name? از میپرسه What's your first name? What's your last name? آها حالا اگه میدل نیم هم توی فرمشون باشه What do you have any میدل نیم؟ به این شکل ممکنه بپرسن Do you have a میدل نیم؟ اینجا نوشتیم حالا وقتی که شفاهی دارید اطلاعات میدید مثل مدل هتل یادتون هست گفتیم که چی گفتن بهشون How do you spell your last name بود درسته How, you, how do you spell your last name پس اگر که در واقع um, شفاهی دارن از شما اطلاعات رو میگیرن به احتمال بسیار زیاد از شما میپرسن که How do you spell it؟ حالا چه first name رو پرسیده باشه چه last name رو پرسیده باشه How do you spell it؟ نحوه تلفظ کردن spell هجی کردن اسمتونه My name is Sarah How do you spell it؟ S-A-R-A okay. خب. um, Middle name هم که گفتیم جوی همه middle name میپرسن اگر که middle name داشته باشید Uh, برای date of birth When were you born? When were you born? کی به دنیا آمدید؟ یا When is your birth day? یا birth date? ممکنه به هر دو شکل پرسیده بشه که در واقع روز تاریخ دقیق تولدتون رو از شما بخوان Are you married? به کدوم برمیگرده؟ بله Marital status Are you married? What do you do? جوب. آها. Uh -huh. What do you do؟ شغلشون چیه؟ چه کاری انجام می‌دهید؟ Yeah. What's your job؟ What's your job؟ What's your profession؟ به شکل مختلف ممکنه اینو بپرسم. What's your profession؟ What's your job؟ What's your address؟ ببین میتونه باشه. What's your home address؟ میتونه باشه. What's your address؟ و بعد از اون سوال دیگری. What's your email address؟ یادمون باشه What's your email address خب فون رو ننوشتم گفتم اینها رو در بخش دیگر و در مکالمه کامل خواهیم داشت اما برای فون میتونه باشه چی؟ شما بگید What's your phone number که البته What's your home phone number and what's your cell phone number میتونه باشه خب حالا من این یکی رو نمیگم Place of birth شماست. برای من سوالش رو کامنت می‌کنید. اگر از شما قرار باشه شفاهی بپرسن که place of birth اترو. آها، کجاست؟ اینو چه جوری می‌پرسن طبق این هم سوالایی که داشتیم و یاد گرفتیم و حالا date of birth هم داشتیم. احسنت. اینو حتما یادتون نره برای من کامنت بکنید. بریم و برگردیم. خب برگشتیم با یک کانورسیشن خب این در واقع پروسیجر پر کردن فرم رو به شکل شفایی به شکل گفتاری اینکه این که میگم گفتاری منظورم این هستش که در قالب یک کانورسیشن براتون آوردم برای اینکه هم سوال ها رو با هم مرور بکنیم اینکه چه دست از چه نوع سوال هایی به چه شکل پرسیده میشه یه کوچولو هم اشاره بکنیم به ساختارشون که حالا این سوال ها از چه دسته ای هستن چی هستن اصلا و همین که خب یک پرکتیس دیگه در واقع شما دارین با این روندی که ما داریم میگیم و پیش میریم یاد میگیرید که چگونه اگر همچین موقع در موقعیتی قرار گرفتین چجوری در واقع بیان بکنید چگونه پاسخ بدید و متوجه بشید که چی ازتون خواسته میشه خب بریم سراغ کانورسیشن یک کانورسیشن نوشتم که در اداره در واقع حالا در یک سفارت میتونه اتفاق بیفته یک فردی مراجعه کرده برای ویزا اپلیکیشن میخواد فرم پر بکنه برای دریافت ویزا خب مربع ها اون شخص در واقع اون اون مراجعه کننده هست مثلا منی که میخوام برم یک ویزا اپلیکیشن در واقع پر بکنم اقدام بکنم و ستاره ها اون ایجنت اداره هست که از شما سوال میپرسه سوال ها پرسیده میشه و پاسخ داده میشه Hello, I'm here for a visa application دقیقا این اون شخصی هست که مراجعه کرده Hello, I'm here for a visa application Agent جواب میده Good morning sir May I have your full name خب ببینید همینجا یک نکته ما گفتیم که میگیم که What's your first name What's your last name یا حتی What's your full name به یه مدلش همینه. اینکه در واقع یک حالت خیلی فرمال و مؤدبانه هست همیشه ما نمیگیم مثلا همیشه پرسیده نمیشه What's your که خودش این فرم دیگه What is مدل پرسش سوال سوالات پرسشی با کلمات پرسشی. What؟ What یکی از آنها هست. What یعنی چی؟ خب. What？What uh, what is؟ خب. اینجا نگفته What is؟ گفته که May I have or could I have؟ اHA؟ uh -huh. اینجا میتونه پرسش بشه یعنی که Would you please؟ Would you please give me your full name؟ May I have your full name؟ May I have؟ خیلی موعت دادن آسی. میشه لطفا استدا بکنم که اسم شریفتون رو بفرمایید یه همچین حالتی میشه خیلی معدبانه may I have your full name اسم کاملتون رو بگین به من آها. که اینجا من نوشتم چون میخواستم رو بری هم باشن سوال جوابها it's Andrew might میپرسه may I have your full name it's Andrew میگه خب معمور برای اینکه کارش رو به درستی انجام بده چی میپرسه مسلما How do you spell it? خب, thanks and how do you spell it? How یه فرم دیگه کلمات پرسشیه یعنی چطور خیلی جاها به کار میره. از ساده ترینش که how are you هست. How are you? چطور هستی؟ آها. Uh -huh. تا حالا شکلایی که مثلا how far is it from Los Angeles to uh I don't know to 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 uh like um New York آها. پس how میتونه کاربردهای های مختلف داشته باشه اینجا یه مدلش هست که یعنی چجور تلفظش میکنه how do you spell it چگونه تلفظ میشه یک کلمه پرسشی هست در جواب میبینید که اندرو رو براش هجی میکنه a n d r e w and m i g h t خب سوال بعد چی هست؟ When is your date of birth or when's your birthday? آها. Uh -huh. حالا یه وقت ممکنه بپرسن که how old are you? How old are you رو که میگن باز باید چیکار کنیم ما؟ خب ممکنه که طرف نش رو بگه. قطعا ازش پرسیده میشه که the exact date of birth please. Exact date of birth تاریخ دقیق رو از شما میخوان پس when is when بازی کلمه پرسشی دیگه به چه معنا when when is your آها کی هست چه وقت چه زمان when is your date of birth it's june اینا رو قرار یاد بگیریم ببین اول ماه رو میگه جون 31 first سی و یک جون 1978 اوکی؟ okay. خب قسمت بعدی Are you married or single؟ این چی بود همون؟ Marital status آها ازش marital status میخواد اون قسمت فرمو میخواد برش پر بکنه Are you married or single؟ I'm married with two children حالا شاید نخواد تعداد فرزند رو یا شاید یه فرمی بخواد مشخصات باقی اعضا رو ولی اینجا حالا خود اون آقا اردرو مایت میگه. I'm married with two children. خب. What's your job? بعضی جا اینو میپرسن. بعضی جا اصلا نیازی نیست. نمیپرسن. Uh -huh. What's your job? Or what do you do? که باز به معنی what's your job هست. I'm a driver. A taxi driver. خب. باز میبینید. اینجا what's. چه هست. چه به معنی چه. What is your job? That's it تا من برد رو براتون باز حاضر میکنم ادامه کانورسیشن رو داشته باشیم بریم یه سر رو برگردیم سلام به همراه های همیشگی و عزیز بامبو دریا هستم و قرار تو کانال آشپزیمون کلی دسر و شیرینی و غذاهای خوشمزه ایرانی و فرنگی با هم درست کنیم پس خوشحال میشم اگه از طریق لینک بالا کانال خودتون رو دنبال کنید بریم برای ادامه درس بخش دیگر که پرسیده میشه ب... تا اونجا داشتیم که خب شغلشون رو هم پرسیدن و بعد دیگه حالا اطلاعات محل یعنی حالا نشانی و تلفن و اطلاعات دیده در واقع بیشتر از فرق. ممکنه به این شکل پرسیده بشه تو کشورهایی که خب خودشون انگلیسی زبان هستن کاملا درک کنن وقتی یک فرم داره فرم شد Where do you live? آدرس رو میخوان منتها باز ایجنت این رو فیکس میکنه And where do you live? I mean, what's your address? آدرس رو میخواد ازشون خب. که جواب میده این آدرس هم یک نکته خیلی مهم داره ببینید ما وقتی میخوایم آدرس بدیم در ایران چی میگیم؟ شروع میکنیم از تهران بعد میگیم مثلا بولوار کشاورز بعد میگیم دونه دونه از بزرگ بزرگا شروع میکنیم تا به اون شماره پلاک خانه و حالا یا طبقه و واحد در انگلیسی این روند برعکس هست از نمبر از شماره پلاک خونه شروع میشه در واقع نمبر 47 نمبر 47 ترینیتی لین معمولا هم آدرس مثل ما خیلی داستان نداره یک در واقع نامبری هست اسم خیابان هست و بعد مختصر میشه در ناحیه ناحیه هم چون کاملا های مشخص شماره های مشخصی داره خیلی راحت تره بعد از اینکه آدرس معمول رو میخوان یا میپرسن یا حالا میدن یا مینویسن فرق نمیکنه its numbers 47 Trinity Lane مثلا بعد گفته میشه که what's your zip code ببینید دو تا چیز ما داریم ما در جهان یا zip code داریم یا post code zip code همون کد اریای شما منطقه شما کد منطقه ای که این کد کلا تعریف میکنه شما در کدام منطقه و کدام محله دارید زنی. حالا کدام کشور کدام ایالت منطقه محله زیپ کد بیشتر آمریکایی هست در حالا انگلیسی پست کد بیشتر رواج داره ولی خیلی هم اینو نمیشه در مورد بقیه کشورها انگلیسی زبان بس داد یه سری زیپ کد دارن یه سری پست کد مثلا ما در ایران چی داریم پست کد داریم درسته که خب زیپ کد معمولا تعداد ارقام کمتری داره من اینا رو سامپل نوشتم زیپ کد بعضی جاها پنج رقمه تا جایی که میدونم Uh, و من اینجا یک دو سه چهار پنج شش را نوشتم مثلا خب میگم اینا سمپله صرفا ما بدونیم که زیپ کود در مناطقی که زیپ کود هست باید زیپ کود رو بدیم در مناطقی که پست کود هست باید پست کود رو ارائه بدیم در حال کشورهای یا جاهایی که هست خب what's your zip code or what's your post code که ارائه میشه و And your email address همیشه حالت سوالی نداره دیگه دارن یه مکالمه انجام به هی hey, بگه که what's what's چون این همه سوالشون میشه what's what's your email address what's your address درسته خب and your email address is در واقع یه مکسی کرده که ایمیل ادرس رو بگیره که آقای might میگه که it's mighty78 at gmail.com یا at sign gmail.com خب به این شکل ایمیل گفته میشه یا خوانده میشه What's your home phone number? شماره منزل رو خواسته That's که این رو هم در ذهن داشته باشیم ما ارقام تلفن رو یک رقم یک رقم میگیم That's 77555 8203 حالا zero رو او هم میگم توی شماره تلفن 8203 And cell phone number please ببینید ادامش هم cell phone number please دیگه نمیگه what's your cell phone number my cell phone is 718183261 خب یه ذره قراغاتیه خیلی به نامبرا دقت نکنیم و کشوری مختلف میشه اون وقت اوکی خب و نهایتاً ایجنت که میگه اوکی okay, thanks that's it we'll call you و دیگه فرم رو در واقع براش تکمیل کرده و انزو هم که قاعدتا میگه thanks bye or good day خب یک فرم براتون داریم این فرمی که مشاهده میکنید همونطور که میبینید دقیقا شبیه به اون چیزیه که در برش صحبت کردیم یه سری اطلاعات هست که باید پر بشه اطلاعاتی که یاد گرفتیم به چه شکل هست مثلا نیمه آها مرجع و و اطلاعات دیگر که ازتون میخوام سعی بکنید این فرم رو برای خودتون پر بکنید حتما یه تمرین خیلی خوبه سعی کنید این فرم رو برای خودتون پر بکنید و اگر هر سوالی داشتید در بای فرم میتونید از من بپرسید در کامنت خب امیدوارم که این درس رو هم دوست داشته باشید اگر اینطور هست حتما لایک کنید یادتون نره و در واقع اگر که میخواین بقیه درس رو هم داشته باشین فراموش نکنید که کانال رو سابسکرایب کنید حتما برای من کامنت بکنید که تونستین فرم رو با ما فقیت پر بکنید یا نه و اگر هر سوالی درباره فرم و فیلند فرم داشتین حتما بپرسید یادتون نره درس رو برای دوستانتون بفرستید See you soon Take care Bye.